بدخشانی قرار داریم. در صحبت ما استاد گلوسی محمد لویق و استاد روزنامه‌نگار هستند، وابسته به خصوصیت ها تاریخ همین گونه خانه ها حوزه به ما معلومات میدهند. با دقت گوش کنید، تماشا کنید و امکانیتون باشد نوار پهن کنید تا مردم ما بیشتر از تاریخ گذشته خود آگاه بگردند. استاد از کجا آغاز میکنید؟ از کجایی که میخونید؟ خب یک دو جمله درباره همین خانه ها که تا حاضر مثلا ساختمان همین گونه خانه ها شده ایستاده است یا که مثلا چخیل است؟ بسیار گپ خوش گفتید، بسیار خوب گفتید. این خانه رو میگن خانه های عرفی بدخشانی، در اصل این خانه های آریانی هستند. لیکن نامشان خانه های عرفی بدخشانی مودن چون که این خانه ها فقط در اون قسمت تاجیکستان عموما اوسی مرکزی مونده هستند که اینها همین جاهای مونده هستند که این کوهساران است و بعد اونها را خانه عرفی بدخشانی گفتند. اصلا این خانه آریانی است. آریانی است از روی حکایت ها، از روی قصه های بیستایی در پیشاروی خانکوی بزرگ با نخست پادشاه دنیا جمشید وای آمده است که خانه ها بساز و امتان خود را از خانکی نجات دهد. و اینه بدونست خانه را با چه سان سازد. پس بابا وای آمد خانه را بسان من خانه من سازد، بسان خانه خدا سازد. و این خانه که ما میبانیم میبینیم این نسخه خرد کائنات است. چیزی که در کائنات در عالم است در همین خانه هست و ساختمان این خانه ها تا حالا هم دوام دارد. یعنی به همین شکل تا حاضر هم به همین شکل دوام دارد و شکل های دیگر است که مدرن شده استند، یعنی چون تکمیل یافته استند. این خانه تکمیل یافته است چون که در اینجا یک چند جزئیات نیستند، چون که عین حال در همین دوره به اونها احتیاج نیست. برای مثال در اینجا آتشدان نیست. انا ما با خواهش شما در خانه عرفی بدخشانی هستیم. انا همینجا طوری که میبینیم دوستتون هستند، این پرتال است. یعنی که از همینجا سر میشود و من خانه از بیرون سر میشین پرتال است که در پایینجا که در اومدی همه جزئیات خانه رو ما میبینیم. این دو ستون هستند و در روبروی ما ستون هستی رو شش ستون میگویم. همین رو شش ستون میگویم. شش ستون معنی که یعنی این ستون است که تمام خانه رو مرکز خانه وای است و مرکز عالم هم حساب میشود، اون رو شش ستون میگویم. و حالا ما به پیش شش ستون میرویم با شما میفهمیم چرا اون شش ستون میگویم، زیرا که گویا که وای مرکز دنیا است و همین ستون در اوستو سروش نام دارد و در اوستو سراوش گویند که معنای سروش رو دارد در زبان تاجیکی. و این فرشته است یا این یک فرشته پیام رسان استاد؟ یک فرشته پیام رسان یا یک از ایزدان پاک است که وای نخست به انسان ها وای آورد و انسان ها را و آموزان که آنها خدا را وصف کنند و آنها نماز بخوانند. من به آنها نماز را یاد داد و به این خاطر ما سرود کنند. کلمه سرود و سلیمه سرود و کلمه سینگ انگلیسی از امین است. یعنی معنای صدا را دارد. و این فرشته بسیار فرشته محبوب است، زیرا که وقتی که دیگر همه موجودات عالم در خواب است، همین فرشته در خواب نمی رود. زیرا وای شب زنده دار است و همه امون آفریده های اخورمزدو را وای بونی میکند و به این خاطر وای در مرکز استاده است و در دین مبین اسلام نام دیگر را گرفت، زیرا که آن رسالت که همین سروش داشت همین رسالت را در دین مبین اسلام محمد علیه السلام دارد و وای نیز محمد نیز همون رسالت خواه همین سروش را اجرا میکند، زیرا وای هم با انسان ها پیام آورد قرآن نازل شد از طرف وای و با انسان ها بفهمون نماز با آنها یاد داد که آنها خدا یکا و یگانه را پرستش کنند. اما می بینیم که در این ترتیبگر در این طرف دیگر چیز دیگر است، ستون دیگر است و این ستون را در قصه های بستایی آن را میتر گویه، یعنی مر در توجکی گویه. میتر این ایزید پاکی است که افتاب را در سفرهای عثمانی وی همراهی میکند و پس آن نام خود میتر هم با این افتاب یکسان گشت و ایستاوش یکسان گشت و وای و میتر فرشته عهد و پیمان است. عهد و پیمان است. اگر کسی عهد و پیمان را ویران میکند، اما میتر او یاد دارد که میگوید در توجکی مر او را جزا میده. و ما دیده استادیم که از بالای آنها تیرچوبه است. تیرچوبه است که اون را اوس میگوییم و این بسیار کلمه قدیمه اوس است و از زبان این دو اروپایی است و اولا در زبان روسی به شکل اوس مانده است.
و این تیرچوب است اینم یک چیز بسیار مقدس است، چرا که همین تیرچوب افودگر چه است، افودگر وای افودگر عقل کل است، عقل کل، عقل کل، عقل کل است. در روسی می روی راز و می گویند عقل کل است، عقل کل است، زیرا که امون اهورامزدا نخست عقل کل او فرید و بعد آفرینش سر شد، یعنی آفرینش هم خیلی سر نشد که همه چیز علما عقل کل او فرید و این عقل کل است و ببینید که عقل کل پا برجوز با این دو ستون است، این روحانیت است، این روح است، این روح دنیا است، این خود روح دنیا انا بر این ستون پا برجوز که اما روح دنیا بر این ستون پا برجوز و او رو مرک دیگر میبرم انا بعد رفتیم و انا بعد او طرف دیگر ستون دیگر است، ستون سوم است، همین ستون سوم است، این رو اناهیت اردوسور گویند و کلمه اناهیت پاکی بیداغ است و اردوسور نمی جنبخش است، امین ایزید پاک اردوسور او سه از خاصیت های بسیار خصوصی باید دارد و این بانی زنان است، دیگر ستون ها کنار جسم مرد هستند، این جسم زن است و با این خاطر وای در این جاست، در این جاست که وای بونی زنان پاک دامه و شوهر دوست است، بدون این وای بونی فراوانی است و وای برکت دهنده است و در اوستو آن قهرمانان زیادی که بودند از اناهیت اردوسور به خود توفیق طلبید و آن وای با اونا این توفیق را داد، گرشوس پس وای توفیق طلبید، خود زردوش از وای توفیق طلبید و توفیق دهنده حساب می شود و این ستون همین خاصیت دارد که در وقت توی انانی جو در زیر وای امو نروس میشیند، در زیر همین، در زیر همین میشیند، پیش از بخانه، پیش از بخانه چامر رفتن در اینجا میشیند، امو که وای در اینجا در زیر حمایه امین اناهیت اردوسور است و آب نیکو رو هم انام در اینجا ارالش میکنم بعد میپران آب نیکو، در آب نیکو پوره نو میپرتویم، پوره گوش میپردوین، پوره روغا میپردوین که وای افادگر همین هفت مقدسات دنیا است، هم انسان، هم حیوان، هم رستنی، هم آب، هم آتش باد در میگیرونند، هم همین افاده میکند در زیر اون که برکت همون چی نرود. بعد از اناهیت اردوسور، برو اناهیت اردوسور رو در دین مبین اسلام نام فاطمه زهرا رو گرفت، چون که من فاطمه زهرا در دین مبین اسلام همون رسالت دارد که همون رسالت رو همین اناهیت اردوسور داشته بود و وای رو به فاطمه زهرا گویند، زهرا معنای درخشان است، یعنی تجلی کننده است و در اینجا ستون های دیگر هستند، دو ستون دیگر هستند، نیستن دیده هستید که وای به زمین است، به زمین است، وای به زمیاد گویند، یعنی که چکل گرگشته زمین است، فرشته زمیاد است یا ایزید پاک زمیاد است، شاید که این برکت دهنده و خاکسار است و برکت دهنده است، چون همه چیزی که در زمین است بروی چی است، بروی موظف همون چی است، همه چیزی که در موظف همون است و پترون زمین و پترون چیزی که در زمین است، یعنی که صاحب و سرپرست است و ستون دیگر رو که ما میبینیم این ستون آسمان یا اون رو به طور دیگر آسمان گویند یا اون رو آزر گویند، آزر آتش است و آسمان آسمان است و ببینید که ستون ها با هم دیگر پیوست هستند، چون که زمین و آسمان از هم دیگر جدا شدن نمیتوانند، یکی برکت، یکی چی میدید، یکی از اینجا چی میدید نور و چی میدید نور و گرمی میبیاید و آب میبیاید بارون، اینجا باشد برکت میدید و سل میدید، اونو با هم دیگر تفهم هستند و با این خاطر اونها رو با چی، با یک چی چوب کنم ما رو بچکگیج میگویم، با همون با هم دیگر پیوست شدند و پیوست شدند و بزگهیش در زبان توجکی بزاویز است، زیرا در قدیم همین مردم اوریانی همون تمام اجدادان خلق توجک آنها مثل دیگر هندوهای دیگر نو چه بودند؟ آنها شکار چه بودند؟ چون که نخستین کسبی که اوریانی ها داشتن شکار بود، آنها وقتی که همون ایوان شکار کرده رو می آوردن در اینجا بزن می کردن، پوست می کردن و بخش همه کس رو می دادن، در پشلوک هم تقسیم می کردن، در بحال خانه می دادن، بعد وقتی که آتش امونجا در آتش دون آتش می سوخت حتی بخش امون آتش رو می دادن، چون که آتش رو اونو چیز زنده می پنداشتن و اونو با همدیگر پیوست هستن و از روی روایت وقتی که
روی آدم از دنیا می رود، همه این سودانها را گشته از زمین به طریق همین چیک همین بچکی هیچ که ما می گویم ولی افادگر پیوانگر دو دنیا است، دنیای زمینی و دنیای علوی است. بعد از این ستون و بعد آد می رود. این ستون بسیار مقدس است، سر که آزار یعنی که آتش مقدس ترین چه برای اوریانیون بود. اولو می گویم که این مردم آتش پرست بود، مردم پرستنده آتش نبود، مردم پرستنده این نور بود. اون چه که روشنایست و نور پرستش میکردن و آتش هم چون ذره نور خداوندی است، مثل که افتاب ذره نور خداوندی است، همه چیزوی سفید و روشنایی ذره نور خداوندی است، با این خاطر هم امون آتش رو پرستش میکردن که اون ذره نور خداوندی با این خاطر پرستش میکردن. و در این در این جا شستان حالا من میشینم و بعد میخیزم، لیکن در این شستان گفته تابو بود، اینجا یکم کس نمیشست، اینجا همین جای همون آتش بود که پشت به سوی آتش نشد، اینجا فقط بالشت میموندند. و حتی وقتی که خلیفه یکی از روحانیونی که برای تمام مردم ما همین آدمان برومن دستانیانی که دیندار هستند ولی هم میشست و این خالی میموند. حالا آهسته آهسته این از بین رفته استاده است، لیکن وای اینجا نمیشست. بعد انا اینا که چی کردیم در چی باید در دین مبین اسلام با اونها لباس دیگر پوشوندن، لباس اسلامی پوشوندن. و این یکی انا حسن نام گرفت، یعنی فرزند علی مرتضی و فرزند به فاطمه زهرا میبخشیم. اینجا فراموش کردم همون ستونی که در اونجا میتراست وای در دین مبین اسلام نام علی مرتضی را دارد. مرتضی معنی باورنوک، یعنی وفادار و افادگر وفاداری است. و اینو فرزندان به فاطمه زهرا و علی مرتضی و نبیرگان محمد هستند. اونها را اینها حسن هستند و این حسین است. انا بولوی اونها چوب است که اون را گیتی گویند، به زبان گفت گویند، به زبان دیگر مکیره گویند. و این نفس از اون طرف بودقل کل، این نفس کل است، این نفس کل، این نفس کل است. این چوبی روی که دراز که هست این نفس کل، ایناش عقل کل، ایناش عقل کل. بعد انا امید چیز است که نفس کل است، یعنی کلکه اون چیزی که اونهایی که همه روحانی بودند، اونها همه چه بودند، علوی بودند، این است، این زمینی است. چون که وقت نفس کل همه موجودات دنیا از نفس کل پیدا شده است، هم جاندار هم بی جان از نفس کل پیدا شده است، همون کلیات نفس که بود از اونجا پیدا شده است. و به این خاطر وای بالای همین چوب خواست اون این ستون ها رو پابرجوم چی میکنم. حالا من به شما سه چیز دیگری که این همین ستون ها بالای اون است سنج میگویند. کلمه سنج از کلمه دیگر گنگشته سنگ است. سنگ کلمه سنگ است، کلمه دیگر انگشته است. این از زمین بلند است، این از زمین بلند است و بالای آن چه میمونند. این در قدیم از سنگ بود است، این بعد سنج، این صرف کلمه توزه توجیکی از سنج است. همین سنج است، این سه انا یک تا سنج، دو تا سنج، سه تا سنج، اینو سه روی عالم رو، سه روی زمین رو افاده میکنند. سه روی زمین رو، جماد روی جماد، روی نبات، روی حیوان، مینرال میر، رستیتل میر، ای جووی میر، یعنی چه آدم آدم. امون روح ها سه روی هستند، زمین از سه روی بارت است و انسان هم از سه روی بارت است. و این خاطر اونها را میخواد نام ماندن. وقتی که از روی امین تصور امین گذشتگان ما، وقتی که آدم از دنیا در میرفت همون دو تا رو به زمین می رفتند و روی سیوم بالا می رفت، می بر اومد از اینجا. و روی سیوم و نور بود می بر اومد. و حالا به بالا نگاه کنید که اینجا یک جزویات اساسی این چهار خانه است، چهار خانه است، چهار خانه است که همین بالا استادن؟ اینو خانه آب است، یکم یکم است خانه آب؟ نه، یکم است خانه خاک است، خاک است، دویم است خانه آب است، سیوم است خانه هوا و چهارم است خانه آتش است. این سه این ها اینها چهار عنصر هستند که از کیفیت اونها همین تمام زمین و زمان به وجود آمد است. وقتی که آمیخته شدند، خدا اونها را آمیخته کرد، زمین و زمان به وجود آمد. این چهار عنصر مقدس هستند، برای مردم ما مقدس هستند. و اجدادان توجیک
آنها را به صورت مقدس میپنداشتند و خورا نه تنها در پامیر بلکه در دیگر مکانها آنها را مسفیدان به صورت حرمت میکنند و به هیچ وجه آنها آب را افلاس نمیکنند. آنها آتش را چنه میکنند افلاس نمیکنند. آنها خوک را افلاس نمیکنند. چهارخانه است و یکی از خصوصیت های چهارخانه آن است که او تازه کننده هوا است. هوا را تازه میکند. در بالا روز است که کلمه صاف تاجیکی است. روز از کلمه روزان روشنی ما در زبان چه در گویش های مردم شغنون و روشان و روز است لیکن این کلمه صوف تاجگی است روز است که از اونجا روشنایی می دارد و برکت خداوندی هم گوی که زمین جا می دارد و طور دیده استوده در این چهار خانه این فودگر چهار عنصر طبیعت چهار فصل سال چهار طرف دنیا و بدون این به شکل سباستک است یعنی به شکل مور خداوندی است همون سباستک که است و هم شکل سباستک دارد سباستک هست میگن که وی را گردونه در زبان ما گردونه گویند و در همین بسیار چه های فوده میشد در جورم خواه در توقع ها همون شکل های گونه همون سباستک چی میشود بسیار میشود اینو همون چیزهای اساسی که بودن و بعد طبعه که ما میبینیم من از این طرف ما میبینیم هفته چوب است حتما باید هفته باشد برای چی استاد باید هفته باشد؟ برای اون که این هفته چوب است اینها هفت مقدسات هستند اینها اول هفت مقدسات هستند که انا گفتم که خاک است آب است هوا است آتش است آدم است و ایوان است بیده هفته چیزی که خدا آفریده است برای این هفته چی خدا آفریده است این افت بعد برای موکل هستن برای این افت موکل هستن افت فرشته این نوم همون فرشته هاست افت طبقه زمین اسمان او افت طبقه زمین اسمان این افت ازید پاک برای اون موکل هستن برای این چون نوم خواهی چی دارن که اون نوم همشن نوم یکمش میگم که نوم یکمش میگم سپینتا نوم یکمش سپینتا ماینه یا روح مقدس این خودمون خداست بعد نوم دیگرش دیگر خوش هم میشه هر یک اونها بر موظف بر هر یک چه هستند بر هر یک آفریده دنو همین فرشته ها هستند و از اون طرف افستوره تقدیر سوز هستند اینها افستوره تقدیر سوز هستند که اونها را بسیار استفاده میکنند افستوره تقدیر سوز افتوب ما مشتری زخال امیخل افستوره که هستند افستوره هستند که از روی اونها با همین بعض ملاخ ها زرگان قسمت آدم را مایه میکنند هفت ستاره تقدیر ساز هستند هر یکی ما در امان عثمان ستاره ها داریم که این ستاره ها موکل هستند بر ما که در کدام روز تولد شده هستیم از روی برج هایی که ما در برج گویم که همون از روی همون برج هایی که تولد شدیم یعنی که ما در برج گویم همون از روی همون چه میکنند و گویا که راست از دروغ هست نمیدانم بعد قسمت آدم رو مایه میکنند اینا چیزهای اساسی هستند خیلی دیگر خورا ما من نمیدونم چون که اینها در چه یوف نشدند لیکن همون چیزهای شد ما کلندک گوییم اونوی فودگر استورگون بیشمور هستند اینا شماره شون گوناگون میشد 17 18 24 اینو لیکن من نمیگم همون همون را چوبای چرم دیده سیدمون چوبای خورد خورد چوبای کلونی خورد خورد انا اونها اونها ستارگان زیاد هستند و خلو چیز مقدسترینه که من خواستم به شما در آخران وای به شما نقل کنم ممکن شما در اگان جا وای بعد ثبت میکنید میوبید همین کسور میگوییم کسور آتشدان کسور همین آتشدان کسور است این از همه مقدس است از همه مقدس است زیرا در آنجا آتش میسوزد و در همون جا نان تیار میکنند و در همون جا همون صاحب خانه زن میشیند وقتی که ما کجایی که دور میبینید اتما به خود تصور میکنید که همون بالای کسور مادر هست و ببینید که وای بلند است از دیگرها دیده بلند است ما در چشمه ناصر خسرو رفتیم دیدیم اینان همین آتشدانه دیده بودیم خوب است وای بلند است ببینید که این دیگرها پستر هستند اونجا جای مردها است اینجا جای مردها میشونیشن یعنی بار از طرف روز بتون مرد خواست ببینید اینجا جای جوانان است اینجا جای جوانان ببینید تقسیم بندی اجتماعی است ببینید
این قسمت خور قسمت خور جای کودکان است این جا جای بانوان است اینجا جای بانوان بابای ببینید باید بلند است چون خود امون رسالت مادر زن بلند است و امون اوریایان یعنی امون توجکان کوهستان بدخشان فقط ما خدا نمیگم فقط ما لیکن عموما در این اجدادان توجکان آنها زن حرمت میگذاشتند و در امون آین مزده اصنوعی زن مرتبه بلندتر داشت و در خانه هم در جای بلندتر بشستند امون جد اینجا تماما امین امید چی پویفزول قطعی حرکت کردن تماما من است ممکنه بر اومدن یک اونجا با فقط با اونجا پویفزول قطعی بر اومدن تماما ممکن است یا امین خیلی امین جا اشتادن اینجا تماما ممکن است مگر فقط در امون روزی که کسی از دنیا برود کسی امون خونه فلوکت کلون شود اونجا بر اومدن ممکن است چقدر دیگر یک اون چی اونجا کنن است تمبول کمی جاست اینجا بسیار مقدس است خیلی بار این طرف ها در چرت تاکچه ها بودستن در موچه قدیم تاکچه ها بودستن که اونجا اون وقت امین اشیاء روزگاران قضیه نبود اشیاء روزگار میموندن و وقتی که خصوصت امین چی امین استی در دوره های قدیم تر امین چرا آتش در اونجا آتش در اونجا کوستان نمیشد بعد گفت چی خیر بازو میکنی چی خیر است که تمام چی آتش میسوزد گفت در سران است که وقتی که آتش میگیروندن امون آتش روز دیگر امون لخته ها میموندن بعد اونجا سولک میگویم از چی امون از پایان امون چی را میکشیدند امون چی را خوک میکشیدند خوکستر میکشیدند و بالای اونها با چی اندخته با آتش میگیروندند خاصیت بد بود که اگر در خانه امون چی خنک شود این خاصیت تماما بد بود ممکن این یکی از چی با تجربه است که ممکن گوگر نبود این ممکن است لیکن این همی خیلی تعلیم دادن که آتش باید در آتش دان خاموش نشود باید لخشه ها میموند آتش خاموش نمیکنه وقتی که بجایی که میرفتند بجایی دور میرفتند وقتی که شامرک میرفت و برای آوردن روس میرفت و این میومد زیارت میکرد همین جایی چیز زیارت میکرد سه بار زیارت میکرد اینجا یک چیز طرح خوشبوی است یک چوهی چی میکردن که دزنفیکسیا همون چرا قواهای آرمانی را از خونه میبرورد دکتر ها معاین کردند که همون چی خصوصیت انفکسیونی دارد همون چرا هم اگر در خونه تو یکم پلوکه شد همون چرا رو میکشد همون میکروبا را میکشد ببینید این چیزی که از تجربه است این نه تنها فقط تخیلات است این بسیار چیز عجایب است و میرفت و جای دور که میرفت حتما این چرا بوسه میکرد و بر میرفت وقتی که شامرد دو چی به خونه میدار اومدن با زیارت میکردن این جا را زیارت میکردن این جای مقدس زیارت میکردن جای آتش است جای فراوانی است جای رزاس جای مادر است سلامت باشین استاد عزیز وقتی که در اون دوره خونه های خود در وقت پیش میسوختن خونه های طرز میسوختن که روی خونه حتما باید بسوی افتوبرا میبود چون که اونو خودمون مردم مهر پرست بودن پرستنده خوشید بودن اونو همین خیلی چی میکردن خونه باید حتما به طرف در باید حتما به طرف افتوبرا کشاده میشد و اینو رو رویه نمیشد لیکن در قدیم الیوم بسیار رویه میشد سلامت باشد استاد عزیز ما بسیار بر شما رحمت میگویم سپاسگزاریم که بسیار یک معلوماتی عجیب دادید و کوشش میکنیم که وابسته به همین گونه موضوع تاریخی جای های تاریخی و از فرهنگ و عرف و عادت و تمدن ملت تاجیک به جهانیان باز بیشتر معلومات پیشنهاد کنیم زنده باشین استاد سلامت باشین تشکر برای شما که سلامت باشین